بسم الله الرحمن الرحیم. مثال بعدی رو بنویسید. الگوریتمی بنویسید. الگوریتمی بنویسید که یک عدد را گرفته و مجموع ارقام آن را چاپ نماید. ما یه عدد بنویسیم، یه الگوریتمی بنویسیم، یه عدد رو بگیره مجموع ارقامش رو چاپ کنه. خب چطوری این کار رو باید بکنیم؟ بیام اول یه مثالی رو حل بکنیم. مثلا فرض کنیم طرف عدد رو داده 978. من مجموع ارقامش رو میخوام. چجوری ارقامش رو جدا کنم؟ ببینید بچه، اگه من بر 10 تقسیمش کنم چه خواهم داشت؟ اینجا میشه 97 که این میشه 978، 8 باقی میمونه. این یه رقمش. دوباره اینو تقسیم بر 10 بکنم، اینجا میمانه 90 از این کم میشه، درسته؟ چون این میشه 9 دیگه. 7 تا میمونه. دوباره اینو تقسیم بر 10 بکنم، اینجا میشه 0، اینجا میشه 0، 9 میمونه. ارقامش به دست میاد. یعنی با تقسیم های متوالی و جمع کردن باقی مانده ها تا موقعی که به خارج قسمت صفر برسم میتونم ارقام رو به دست بیارم. بنویسمش. 1 شروع 2 عدد n را بگیر، 3 سام را مساوی 0 بذار. اسم متغیرم رو سام گرفتم، این دفعه یه حرفی نگرفتم. میتونم بنویسم اس مساوی 0، هر چی دوست دارید. حالا سام اسمشو گذاشتم. 0 چرا توش گذاشتم؟ 0 عضو خنثی عمل جمعه. هر وقت میخوایم یه متغیر رو در نظر بگیریم که توش ضرب کنیم، توش نگه داریم، 1 میذاریم عضو خنثی عمل ضرب، و هر وقت که میخوایم جمع بکنیم 0 میذاریم عضو خنثی عمل جمع. بچه یه نکته رو خدمتتون بگم، تو کامپیوتر وقتی یه ظرفی رو در نظر میگیری خالی نیست. مثلا بحث خالی بودن نداریم، چون هر وقت شما رم رو، این رم کامپیوتر، ظرف در نظر گرفتن یا متغیر در نظر گرفتن یعنی چی؟ یعنی یه جای حافظه رو به من تخصیص بده، بدش به من. خب تو اینجا این بیتا پر صفر و یکن، معادل یه عددی میشن، ما نریختیم توشا، ولی خب به هر حال خالی که نداریم تو حافظه. یا همه صفرن، یا ببخشید یا یه بیتی صفر یا یکه. اینجا هم مثلا فرض کن 8 بیت به من داده، 8 بیت فضا داده. خب اون بیتا یا صفرن یا یکن دیگه. وقتی نگاهشون کنیم معادل یه عددی میشن، ولی وقتی من صفر بریزم کلا چیکار میکنه برام؟ عدد صفر رو اینجا قرار میده، نه اینکه همه رو صفر میکنه. بستگی داره که توس کامپلمنت، وانس کامپلمنت، نحوه نشون دادنش، مثلا ساین مگنیتیوت، هر چی. به هر حال اینجا چیزی رو ثبت میکنه که معادل عدد صفره. خب من چی بکنم اینجا؟ میبینید که اینجا یک کار تکراری دارم، پس حلقه باید بذارم. میگم حلقه تا چه موقع انجام بده؟ تا موقعی که خارج قسمتم صفر بشه. بعد هر دفعه هم دارم ارقامو جدا میکنم. بیام فعلا اینا رو اینجوری بذارم، میگم من 3 تا قسمت دارم دیگه، هر دفعه هم باید تقسیم بعد 10 بکنم. میگم تا موقعی که کا من صفر بشه. اولم کا رو میذارم مثلا فرض کنید که خود عددم، همینجوری الکی یا یه چیز غیر صفری که داخل بره، میتونم بذارم خود عددم. چون نگاه کنید اینجاست، بعد اینجا، بعد اینجا، بعد میاد اینجا. خود عددم میذارم n. میگم تا موقعی که، بخشید این کا مساوی صفر غلط شد، تا موقعی که اینجا دو تا مساوی باید بذاری، دو تا مساوی اشتباهی، یه دونه مساوی غلطه. تا موقعی که کا مخالف صفره من جلو برم، وقتی مساوی صفر شد بیام بیرون. چون ببین تا موقعی که مخالف صفره من کار انجام میدم، وقتی مساوی صفر شد دیگه تموم میشه. اینجا رو من براتون پر میکنم. 4 و 1، 4 و 1 چه کار بکنم؟ میگم بیا بذار سام برابر است با سام
به علاوه n درصد یا همون k بذارم. چرا n بذارم؟ k n ریختم تو k دیگه. k درصد 10. بعد چی کار بکن؟ خود k رو بذار k تقسیم بر 10 و بعد دیگه اینجا گام حرکتم هیچی نمیخوام. وقتی این کاملا انجام بشه من مجموع ارقامم به دست اومده، سام رو چاپ کن. الان اجرا میکنم، قابل فهم بشه و پایان. این تیکر رو تمیز کنم و اینجا رو اینجا اجراش کنیم. مثلا فرض کنیم با این رنگ یا با این رنگ حالا تنوع باشه. n رو داریم، سام رو داریم، k رو داریم، دیگه چیز دیگه که نداریم. n رو میگیریم 987 یا 978 978 سام 0 میام اینجا k مساوی n 978 k مخالف 0 بله وارد اینجا میشم، میگم سام برابر است با سام به علاوه یه. یعنی 0 برابر است، اینجا میگم 0 به علاوه یه. k درصد 10. باقی مانده 978 به 10 چنده؟ 8. پس سام من میشه چند؟ 8. میاد اینجا میگم k رو بذار k تقسیم بر 10. k تقسیم بر 10 چنده؟ 97. پس میشه 97. چون خارج قسمت دیگه. حلقه تموم شد. باید برم بالا. گام حرکتی چی ندارم؟ k مخالف 0 بله. وارد حلقه میشم. k درصد 10 یعنی 97 درصد 10 میشه 7. به علاوه 8 تایی که قبلا داشتیم میشه 15. 15 رو بریز تو کدوم؟ تو سام. پس سام میشه 15. میاد پایین 97 تقسیم بر 10 خارج قسمت هم چقدره؟ 9. پس k میشه چند؟ 9. میرم بالا. گام حرکت ندارم. گام حرکت ندارم. آیا 9 مخالف 0؟ بله. میام داخل میگم 9 باقی مادش به 10 چنده؟ 9 دیگه. 9 به علاوه 15 میکنم 24. میرزم تو سام. میام پایین. 9 تقسیم به 10 چند میشه؟ 0. پس اینجا کا شد 0. میرم بالا. 0 مخالف 0؟ خیر. حلقه تموم شد. میام خط 5، سام رو چاپ میکنم 24 و سلام. مجموعه من 24 دیگه، 7ش 15 و 9 24. حالا یکی میگه ببین استاد میشد اینو بذارم تو گام حرکت؟ میگم بله، میتونستی اینو اینجا ننویسی، اینجا بذاری. بگی k مساوی با k تقسیم بر 10. یعنی تو حلقه هم فقط همین یکی رو داشته باشم. اینم اوکیه. میتونیم چه این کاری انجام بدیم. حالا بچه ها بیایم یک کاری دیگه بکنیم، یه مسئله دیگه حل کنیم. حالا که یاد گرفتیم رقم ها رو جدا کنیم، میخوام یه ذره باش ور برم مثلا یک کاری دیگه انجام بدم. چه کاری؟ مثلا بیام معکوس عدد رو محاسبه کنم. معکوس عدد رو محاسبه کنم. بریم یه صفحه دیگه برش کنید. همینجا دوباره بنویسمش، عیبی نداره. البته اینجا چون رنگ خوشگل دارم پاکش میکنم اینو، این بهتره. خب بذارید اینو این دفعه تجربه کنیم. الگوریتمی بنویسید، الگوریتمی بنویسید که یک عدد را گرفته معکوس آن را چاپ نماید. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا بهش دادی 1245 برات 5421 رو چاپ کنه. میدونیم چند رقمی؟ نمیدونیم. نمیدونیم عدد ورودی که با ما میده چند رقمه.
که مثلا بگم 4 بار به چرخ، 5 بار به چرخ، نمیدونم. پس چی کار بکنم؟ ببینید بچه ها، من وقتی اینو دارم ارقامش رو جدا میکنم، اولین رقمی که دارم 5، تقسیم بعد 10 میکنم دیگه، باقی مانده هم 5، اینو ضرب در 10 میکنم، به علاوه 124، فرض میکنم دیگه 124 دارم، چی به دست میاد؟ اگر تقسیم به 10 بکنم 4 برام میمونه. کاش اینجوری بنویسمش که اینجوری براتون بهتر بشه. ببینید 1245 تقسیم بر 10 میشه 124، چی باقی میمونه؟ 5، چون اینجا میشه 1240 دیگه. میگم اینو ضرب در 10 میکنم، با چی؟ اینو تقسیم بر 10 میکنم میشه 12، 4 از این باقی میمونه، به علاوه این میکنم، دوباره مجموع این دوتا رو ضرب در 10 میکنم، اینو تقسیم بر 10 میکنم میشه باقی مانده 2، به علاوه این میکنم، کلش رو ضرب در 10 میکنم. اینجا چی مونده؟ اینجا 1 بوده، دوباره اینو تقسیم به 10 میکنم، باقی مانده 1، به علاوه این میکنم، چون دیگه گام دیگه نمونده، رسیدم به 0 اینجا کافیه. حالا ببینیم این چی شد. این میشه 54 ضرب در 10 540، به علاوه 2 میشه 542 ضرب در 10 5420، به علاوه 1 5421، همون عکس اون عددی شد که مد نظره. بنویسمش تا شاید با نوشتن باز اگه برای بعضیا جا نیافتاده بهتر جا بیفته. یه رنگ دیگه، مثلا این رنگ، نمیدونم چشمتون اذیت نمیکنه، بذاریم چرا فکر کنم اون چشمتون اذیت کنه، این ولش کن با هم بنویسیم. 1 شروع، 2 عدد n را بگیر، 3 یه حلقه میذارم میگم تا موقعی که n مخالف صفره، n رو بذار n تقسیم بر ده. تو الگوریتم پیش k در نظر گرفته بودم، اینجا مستقیم در خود n دارم استفاده میکنم. بعد دیدم خب اونجا n استفاده نشد، گفتم خب خود n رو استفاده کنم دیگه. تو حلقه چی کار میکنم؟ میام توی حلقه، من اونجا سام داشتم، تو سام صفر ریخته بودم، اینجا هم راستی یادم نره سام رو تعریف نکردم، اینو بکنم 4، سام رو بذار 0 و 4. این دفعه میگم سام برابر است با چی؟ میگم سام برابر است با سام ضرب در 10 به علاوه n درصد k. خب چیز دیگه میخوام؟ به نظر نمیرسه چیز دیگه بخوام. 5 سام را چاپ کن و 6 پایان اجرا کنیم ببینم چی نوشتم. مثلا این رنگ، این از سام. ببخشید بچه، من اینجا چرا کا گذاشتم؟ هی تو ذهنم این کاه بود، این کا چیه؟ ده این ده. خب اسو یعنی سامو، اینو دیگه چیزی دیگه ندارم. خب بیام هم 1245 رو بدیم، میگیم ما 1245 رو برای ان دادیم، سام چند؟ سام صفر، سام صفر 1245. حلقه، آیا این مقداره اولیه ندارم؟ ان مخالف صفر، بله، وارد حلقه میشم، میگم سام رو بذار سام ضرب در 10، یعنی صفر ضرب در 10 صفر، به علاوه n درصد 10،
n درصد ده میشه 5. پس سام من میشه 5. دیگه کار دیگه ندارم، میرم بالا. n رو میذارم n تقسیم بر 10 میشه 124. 124 مخالف صفر؟ بله. میام اینجا سام رو ضرب در 10 میکنم میشه 50 به علاوه n تقسیم بر ده، باقی ماندهش 4، پس این میشه 54. دوباره کارم تموم شد، میرم بالا، این دفعه n میشه چند؟ n میشه 12. وقتی شد 12، 12 مخالف صفر، سام و ضرب در 10 میکنه 540 به علاوه باقی مانده 12 به 10 2، پس سام میشه 542. کار دیگه ای دارم؟ خیر. میرم بالا n رو تقسیم به 10 میکنم، این میشه چند؟ میشه 1. 1 مخالف صفر؟ بله. میام داخل اینجا، سام رو ضرب در 10 میکنم میشه 5420 به علاوه n تقسیم بر 10 1، 5421. و بعد کارم تمومه تو حلقه، میرم بالا n رو تقسیم بر 10 میکنم میشه 0. 0 مخالف صفر؟ خیر. میام بیرون 5421 رو چاپ کنم و سلام. یعنی راحت میتونم معکوس یک عدد رو حساب بکنم. بچه دیگه ننویسم این رو، مثلا میگیم یک عدد عدد آینه ای است، اگر جلوی آینه بگیریم همون عدد رو ببینیم، یعنی اگر معکوسش کنیم با خودش یکی باشه. اینو راحت میشه نوشت دیگه، یعنی بگید یه عدد رو بگیرید بگید آیا آینه ای است یا نه. برای چنین کاری من صرفا باید این خط آخر رو اینجا جنگ سامو چاپ کنم. چی بنویسم؟ بنویسم اگر اینجا n رو باید میریختم توی یه چیز دیگه ای، مثلا فرض کنید تو k هم ریختمش، میگم اگر k برابر بود با سام، اون وقت 5 و 1 چاپ کن، عدد آینه ای است را چاپ کن. تو گیومه گذاشتم و 6 پایان. چرا دفعه پیش مثلا کار رو در نظر نگرفت بودم تو این مثاله؟ چون اینو احتیاج نداشتم، اینم خراب میشد ایب نداشتی، دائم خراب شد تا رسید به صفر. ولی اینجا که میخوام بعدش داشته باشم، یه جای کپی ازش گرفتم که دیگه انه اگه خراب شد کارو دارم همون مقدار انه. میگم اگر خود عدده با آینش، یعنی با معکوسش یکی بود، اون موقع چاپ کن عدد آینه است. لذا اگه شما مثلا مثالای متفاوت ببینید برای مثالای پیچیده تر، از همین جزئیات همین مسائل استفاده میکنید تا بتونید مثالهای دیگر رو با چسبوندن اینها به هم حل بکنید.